democracy. Shut down Iranian embassy. Shut down Iranian embassy. Kick out Iranian diplomat. Kick out Iranian diplomat. Kick out Iranian diplomat. Kick out Iranian diplomat. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. شنبه 14 سپتامبر شهر مالمو این گزارش رو برای تلویزیون کانال جدید میفرستم. دومین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی هستش و ما در میدان گوستاو آدولف جمع شدیم تا یاد همه عزیزان جان باخته رو گرامی بداریم، یاد مهساها، نیکاها و دیگران، و به جمهوری اسلامی اعلام بکنیم که ایستادیم تا پایان و به مواجه انقلاب تا سرنگونی قطعی این رژیم و رسیدن به آزادی و برابری و یک جامعه انسانی مبارزه رو ادامه خواهیم داد. صحنه این تظاهرات و گرد همایی رو با عکس‌های زیادی از عزیزان جان باخته، کسایی که در معرض خطر اعدام قرار دارن، زندانیان سیاسی آذین کردیم و به این ترتیب توجه عمومی رو به این حرکت اعتراضی جلب کردیم. زن، زندگی، آزادی، جنس، جان، آزادی. بود به همه دوستان عزیزی که اینجا تشریف آوردین تا امروز رو یک روز باشکوهی رو برگزار کنیم در حمایت از مبارزات مردم ایران، در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی و سالگرد مهسا ژینا امینی رو امروز گرامی می‌داریم. دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. ژینا جان، تو را کشتند اما تو نمردی. نامت یک رمز شد برای مردم مبارز ایران و حتی فراتر از ایران. رمز انقلاب زن زندگی آزادی. از تولد انقلاب زن زندگی آزادی 2 سال گذشت. 2 سال پر از جانفشانی، تعهد و تلاش برای آزادی، رهایی و حفظ کرامت انسانی. در 2 سال گذشته مردم ایران به خصوص جوانان در جنگی نابرابر با حکومت جنایتکار و آدمکشان اسلامی ایستادند. لحظات بسیار غرورآفرین، شادی بخش و امیدوار کننده ای را در مبارزه علیه رژیم ارتجاعی اسلامی ساختند. انقلاب زن زندگی آزادی محصول جان باختن جانهای نازنینی است و باید در این روز با حضور هرچه گسترده تر در تظاهراتهای خیابانی و هر شکلی از اعتراض آن را شعله ور نگه داریم. اثرات عمیق، ماندگار و غیر زدودنی انقلاب زن زندگی آزادی بر تفکر مردم و ساختار اجتماعی ایران همچنان پایدار خواهد ماند. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. ژن ژیان آزادی. ژن ژیان آزادی. Woman, love, freedom! Woman, love, freedom! Woman, love, freedom!
جان عزیز، دو سال از قتل حکومتی مهسا جینای ما و دو سال از شروع انقلاب زن زندگی آزادی گذشت. مهسا نام رمز انقلاب ما شد و این انقلاب اگرچه هنوز موفق نشده که حکومت رو سرنگون کنه، ولی کاری کرد که این رژیم بیگانه و منزوی از مردم و نیازهای جامعه ایران راه دیگری جز سرنگونی در مقابلش نیست. این حکومت باید بره و نیروی انقلاب مردم این حکومت رو ساقط میکنه، در این هیچ شکی نداشته باشید. زنان با کنار گذاشتن حجاب عمود خیمه نظام اسلامی رو مورد هدف قرار دادن و اون رو به لرزه در آوردن. الان جامعه یک پارچه اعتراض و مبارزه است. رژیم درست جنایت میکنه، ولی این مبارزه و اعتراض هم تو اون جامعه داره قیامت میکنه. شعار جامعه رو میدونید چیه؟ تکرار کنید: نه تهدید، نه زندان، نه اعدام نیست جلودار ما. نه تهدید، نه زندان، نه اعدام نیست جلودار ما. نه تهدید، نه زندان، نه اعدام نیست جلودار ما. و مردم شعار میدن گرانی، تورم، بلای جان مردم. گرانی، تورم، بلای جان مردم. و مردم شعار میدن ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. و این شعار زیبا رو که بازنشسته ها دادن: نابود باد بندگی، زنده باد زندگی. نابود باد بندگی، زنده باد زندگی. دوستان عزیز، ما همیشه به عنوان ایرانیانی که در خارج کشور هستیم، بخشی از مردم ایران، در کنار مردمی هستیم که در داخل کشور برای آزادی می جنگن. ما گردانهای خارج از کشور این نبرد بزرگ هستیم که قلبمون با مبارزات مردم در تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، بلوچستان و کردستان و اعتراضات زندانیان در زندانها می تپه. ما خودمون رو در کنار اعتصاب پرستاران، کارگران نفت، کلیه اعتراضات کارگری، بازنشستگان، زنان جسور ایران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان و دانش آموزان و مردم کردستان که فردا وارد یک اعتصاب سراسری در دومین سالگرد انقلاب میشن و همچنین کویرهای ایران و مدافعین و محیط زیست میبینیم و از خواستهای انسانی و مترقی آنها با دل و جان حمایت میکنیم. ما میخواییم که دنیا رژیم وحشی جمهوری اسلامی رو به عنوان نماینده ایران به رسمیت نشناسه و نمایندگان این رژیم جنایتکار رو از مجامع بین المللی اخراج کنه، بندازه بیرون و روابط سیاسی و دیپلماتیک با این حکومت ستمگر و جانی رو قطع بکنه. و بالاخره ما خواستار قرار گرفتن سپاه در لیست نیروهای تروریستی هستیم. در صحنه میمانیم تا با نیروی اتحاد خود و کمک مردم دنیا این خواستار رو عملی بکنیم. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. نهد مهد اسلامیست که ترور رژیم ایران. نهد مهد اسلامیست که ترور رژیم ایران. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. 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 شد Shut down Iranian embassy!
Bundesregering und richtet scharf Kritik mot regeringen för dess passivitet i Iran-frågan. Svenska regeringen sedan starten och riksdagsdebatt hänvisar till EU-beslut i den frågan, samtidigt som samma regering har vägrat att följa samma unions bestämmelser och riktlinjer i miljö- och klimatfrågor. En tydlig dubbelmoral. صحبت هم رو با تبریک شروع کنم. تبریک به خاطر دو سال مقاومت، دو سال تلاش، چه کسانی که داخل ایران هستن، چه کسانی که در خارج از ایران سعی کردن در زمستان و پاییز و بهار، در گرمای تابستان و در برفایی که ما در سوئد داشتیم در کنار هموطنانمون قرار بگیریم، تمام کسانی که در زندان‌ها هستن. این دو سال جدای از چهل و چند سال مبارزه مردم نیست، اما تفاوت‌هایی رو داره که من فکر می‌کنم میشه به اونها اشاره کرد. مهمترین تفاوتی که جنبش زن زندگی آزادی داره مستمر بودنشه. پیش از این و در طی چهل و چند سال جامعه ایران جنبش‌ها و اعتراضات متفاوتی رو تجربه کرد، اما اون چیزی که در طی دو سال اخیر اتفاق افتاده تداوم این جنبش هست. در طی این دو سال و در هیچ زمانی نمیتونیم بگیم که جنبش زن زندگی آزادی پایان پیدا کرد. از دو ماه بعدش جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی همه تلاششون رو کردن که تاکید کنن تمام شد، جنبش زن زندگی آزادی تمام شد. وقتی که مردم ایران به واسطه سرکوب‌ها و کشتارها از خیابان‌ها به خانه‌هایشون رفتن، این تصور در جامعه و در جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی ایجاد شد که جنبش زن زندگی آزادی هم تمام شد و با سرکوب تونستیم در مقابل اون هم بایستیم. اما تا همین امروز، تا همین الان که اینجا ایستادیم، میدونیم که چطور همچنان زنان و مردان ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی مقابله میکنن، مبارزه میکنن. همچنان خانواده های دادخواه تحت فشار هستن. بسیاری از خانواده های دادخواه نه تنها نمیتونن در طی روزهای آینده که سالگرد کشته شدن عزیزانشون هست برای اونها عزاداری کنن، بلکه در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و باز هم عین کشتار دهه 60 خانواده ها هستن که محرومند از این که بخوان عزاداری کنن برای عزیزانشون. و مهمتر از اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی است که شکست خورد. مردم ایران، چه خارج ایران چه داخل ایران، تونستن ثابت کنند که مردم ایران با جمهوری اسلامی متفاوته، همونطوری که مردم فلسطین با حماس متفاوته. و این بزرگترین دستاوردی بود که در طی 4 دهه در نهادهای بین المللی جمهوری اسلامی تونسته بود این رو جا بندازه که اسلام عرف و فرهنگ مردم ایرانه. زن ایرانی عاشق 4 قدی هست که روی سرشه و زن ایرانی نمیخواد که در بسیاری از ورزش ها باشه. مرد ایرانی و زن ایرانی نمیخوان حقوق برابر داشته باشن. اما در طی این دو سال با همه این تلاش ها بسیار بسیار پیشرفت قابل توجهی در عرصه بین المللی اتفاق افتاد و بیشتر از هر زمان دیگه در طی این 4 دهه نهادهای بین المللی، گروه های حقوق بشری میدونن که اتفاقی که داره در ایران میفته، سرکوبی که داره در ایران اتفاق میفته و سانسوری که در ایران هست بخشی از فرهنگ مردم ایران نیست، بلکه بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامیه و این بزرگترین دستاورد جنبش زن زندگی آزادیه. بعد از سالها که جمهوری اسلامی با دیگری سازی از کردی که دیگری هست، سنی که دیگری هست، مرد و زنی که از هم جدا هست، بلوچ و ترکی که از فارس جدا هستش و برای ما که این روزها خارج از وطنمون هستیم، خارجی که از مردم داخل ایران جدا هستش، در طی این دو سال نشون دادیم که نه تنها مردم ایران در داخل مرزهای ایران کنار هم هستن، بلکه ما کسانی هستیم که وقتی که هموطنانمون صداشون در مرزهای جمهوری اسلامی و ایران سرکوب میشه، ماییم که در خیابانهای تمام جهان فریاد میزنیم زن زندگی آزادی، Woman life freedom، جن جیان När jag står här idag
På tvåårsdagen av Mahsa och Jina Aminis tragiska död känner jag en djup sorg. Men också en ännu tyngre börda i mitt hjärta. Förra året när jag stod här med hopp och förändring. Men nu, ett år senare, har mörkret fördjupats. Förtrycket har blivit ännu mer brutalt. Och drömmen om friheten har krossats varje dag. Idag och denna helg samlas frihetskämpar över hela världen för att sörja våra martyrer och fortsätta sätta krav för en framtid bortom den iranska regimens terror. Vi kan inte glömma. Vi kan inte glömma Mahsa. Vi kan inte glömma Jina. Vi kan inte glömma alla som offrat sina liv för en revolutionär, för en framtid. De har mördats, torterats, fängslats. Men motståndet har inte dött ut. Än idag fortsätter och intensifierar den iranska regimen sin repression. Och motståndet kommer inte att dö ut.